سلام وقت شما به خیر ممنون که با کانال آموزش مشاورین املاک همراه هستین این آقا یعنی سرهانت رایان متیو سرهانت دلال ملک نویسنده و بازیگر و کارآفرین که الان از کانال براوو در واقع داره سلیت لایک سرهانت رو تهیه میکنه بالاترین ویو رو داره در بین کامیونیتی انگلیسی زبان در زمینه آموزش مشاورین املاک نگاه کردم با یه نگاه سطحی یه ویدیویی داره در زمینه اینکه در هفت گام شما به بهترین مشاور املاک تبدیل بشین یا دیدین که تو یوتیوب انگلیسی این هست ها تو شروع میشه How to be successful real estate agent in 7 steps و خیلی این ویدیو جلب توجه کرد برای من نشستم ترجمهش کردم و در واقع میخوام برای شما این موضوع رو بگم اگه زمان به هم اجازه بده و ببخشید منو اگه با ریتمتون میگم ولی از اون ویدیو هاست که خیلی خوبه و فکر میکنم به دردتون بخوره شاید همیشه سعی میکنم دیالوگا از زبون خود رایان باشه که شما راحت متوجه بشین همیشه ازش سوال میکنم که آقا تو چجوری بهترین مشاور شدی چجوری میتونی ماهی تا 100 میلیون دلار ملک بفروشی و این موفقیت از کجا میاد رایان تو این ویدیو میاد توضیح میده با همون سبک و سیاق ویدیوهایی که خیلی حرفه ریتم بالایی دارن موزیک زمینه دارن کاتای خیلی تند میخوره و توی این میخواد با سرعت خیلی بالا قدم هایی رو بگه که شما در هر جای دنیا بتونین استفاده کنین این ویدیو به درد شما ها میخوره به درد حتی فارسی زبانایی که خارج از ایران هستن میخوره چون این قدم ها در همه جای دنیا تقریبا یکی هست اگه ویدیو های ده گام آموزش مشاورین که ما رو ندیدین لطفا نگاه کنین اونم خالی از لطف نیست در واقع اگر شما میخواین که یک مشاور املاک خوب بشین از نگاه رایان سرهانت و یک بروکر میلیون دلاری باشین باید بتونین ملک بفروشین اگه دوست دارین که مثل رایان 5 تا 6 تا اسیستانت داشته باشین و همراهتون باشن و کاراتون رو چک کنن و همراهی کنن باهاتون برای فالو کردن مشتریاتون در این مسیر نیاز به این هفت گام دارید یا این هفت استپ یا هفت مرحله ای که توی این ویدیو آموزشی براتون توضیح داده گام اول ورک فور فری کار کردن به صورت رایگان یا کار کردن برای مجانی شاید تا اینجوری بگیم به ذهنتون بیاد که یه نفر است که داره قهوه دم میکنه یا کاغذ خردکن کاغذهای اضافه رو خورد میکنه یا چه میدونم دنبال کارهای بیهوده توی یک املاک میره ولی اینجور نیست به خوبی آقای راین هرسر سرهانت این پیشنهاد به شما میکنه که اگر میخوایم وارد املاک بشین در قدم اول پیش از هر چیزی یه گروه خوب توی یک آژانس خیلی معتبر سعی کنید برید تو گروهشون کار کنید به صورت نیروی داوطلب و بدون حقوق اونجا کسب تجربه کنین و از اونجا به عنوان یک پل آموزشی استفاده کنین تا بتونین به عنوان یه دستیار اونجا جا بیفتین خدا رو چه دیدین شاید اصلا همونجا به عنوان مشاور استخدامتون کردن این کار کردن مجانی باعث میشه شما بفهمین که واقعا به این شغل علاقه دارین آیا توانشو دارین اصلا فروختن ملک چجوریه خریدن ملک چجوریه اجاره دادنش چجوریه و با اون فضای املاک آشنا بشین توی گام دوم اه اه getting your license get, getting your license گرفتن اه مجوز اه در واقع خیلی ساده میکنه کارو و چون میگه در هر جای دنیا فرق میکنه خودش تایپ میکنه توی گوگل میزنه مثلا how to get how to get your real estate لایسنس این حالا مثلا خودش تو تگزاس میزنه تگزاس شما مثلا در هلند هستید میزنید یکی از شهرهای هلند رو میبرید یا اگه در آلمان هستید میزنید دوسلدورف یا اگر تهران هستید مثلا هر شهری رو میتونید بزنید مثلا اینکه چگونه میتوان مجوز مشاوری املاک گرفت ببینید بونگا و آژانس املاک رو نمیگی ما داریم اینجا ایجنت املاک یعنی مشاور املاک رو میگیم یک واسطه توی ایران هم دوره‌های برگزار میشه مدارک میدن من شرکت هایی دیدم که دوره برگزار میکنن خود اتحادیه دوره هایی رو برگزار میکنه که میتونید با گوگل کردن این موضوع همونجور که سرهان میگه استفاده کنید و همون مسیر رو طی کنین مثلا یه سری شرایط داره اینکه مثلا حتما باید 18 سالتون باشه یا چه مدرک تحصیلی یا حداقل داشته باشین یا مثلا تو خود تگزاس باید حداقل 100 ساعت سابقه کارورزی داشته باشین رفته باشین همین کاری که گفتم مثل مجانی اینا رو طی میکنید و شروع میکنید دوره رو گرفتن خب حالا یه تجربه نسبیتون تو کارورزیه پیدا کردین تو گام دومم رفتین مدرکتون رو گرفتین حالا استپ سوم جوین تیم یا پیوستن به یک گروه یا یک تیم بچه یکی از مهمترین قسمت هست. رایانم رایان هم خیلی در مورد این صحبت میکنه و خیلی توضیح میده که چه میارهایی رو داشته باشین بچه هم مثل یک شکارچی از بیرون نگاه کنیم ببینین کدوم گروه املاک مشاوره بهتری داره اکیپ بهتری هن, جوون هن. انرژیتون باشون با میخونه تابلو قشنگتری دارن تبلیغات بهتری رو در سطح شهر دارن خوشنامترن در جای بهتری از شهر واقع شدن اینا میتونه به شما کمک کنه تا انتخاب کنین کدوم گروه عضو بشین یه نکته رو را را رایان میگه و من دوست دارم به شما بگم که میگه به تیمی برین که منابع فایلی خوب دارن فعال و بارنرژی هستن و خیلی سابقه خوبی دارن و اینو بدونید که عضو کوچیکی از یه تیم قوی بودن خیلی بهتر از اینه که رئیس یه گروه آماتور و کارنابلد باشین رایه میگه بهترین حالت بودن در یه گروه خانوادگی است راست میگه خیلی خوبه این آجانس هایی که فامیلی هستن پدر و پسر و عروس و برادر و دایی و امو کنار هم هستن این گروه ها خیلی خوبه چون همدیگر ساپورت میکنن حمایت میکنن و خیلی تشویقتون میکنه که اگر تو خانوادگی شغل خانوادگیتون هست تو همون فامیلی خودتون بمونیم و تو گروه کار کنین گام چهارم خیلی گام جالبی است من اینو تو گامهای خودم نگفته بودم و هیچ وقت بهش توجه نکرده بودم و این نشون میده آدمی که موفق میشه میلیون دلاری میشه میلیونر میشه بیلیونر میشه یعنی میلیاردر میشه و انقدر پیشرفت میکنه چه نکاتی رو توجه میکنه توی استپ فور یا همون گام چهارم میگه build یور اینفلوئنس یعنی اون حوزه نفوذ خودت رو بساز دایره نفوذ خودت رو درست کن و این خیلی درسته میگه حالا باید شروع کنین آقا تجربتون رو پیدا کردین کارورزیتون رو کردین مدرکتون رو گرفتین گروهتون رو انتخاب کردین گوشیتون رو برمیدارید سلام مثلا من ویل هستم و من امیر هستم من مجوز املاکم رو گرفتم خوشحال میشم که باید برای شما خونه بخرم یا خونتون رو بفروشم یا براتون اجاره کنم اینو سند کنین حالا خودش میگه به پدر به مادر به عمه دایی نوه عمو خاله نوه دایی پسر خاله ها دختر خاله ها به همه ارسال کنید و این باعث میشه شما توی این گام اول همین دایره خودمونی های خودتون در واقع با شما شروع کنن کارت کردن و چه بهتر که اگه میخواین اشتباه و فالتی بکنین تو صحبت کردن تو سرویس دادن تو پر کردن فایل مشتریتون با همین دوستانتون باشه که خیلی به شما سخت نمیگیرن و این نکته ای که میخوام بهتون بگم اینه که بعد از اینکه از این دایره شروع کردیم رایان یک حرف خیلی جالبه میزنه میگه گاب نوون برید تو خیابون توی یه استارباکس برین چه میدونم میخواین یه قهوه سفارش بدین صحبت کنیم بگین سلام من بیل هستم و چون من کلمات اون رو میگم میخوام جمله عوض نشه توی شغل املاک کار میکنم اگه خونه ای دارید یا بفروشید میگه یعنی تو هر ارتباطی تو خیابون می‌گیرید مشتری برای خودتون بسازید تو صف نونوایی واسدین توی کارواش واسدین تا ماشینتون شسته شه کارتتون همراهتون باشه و همینطور دایره نفوذ و آدمایی که شما رو میشناسن رو بیشتر کنید و من فکر میکنم حالا دیگه شما هم یک مشاور با تجربه تر شدین یک دایره نفوذی دارین یک سری میشناسن که شما کارتون املاک هست و با توجه به مدرک و تیم و اکیپ و کاری و تلفنی که دارید میتونید وارد گام پنجم بشین گام پنجم structure your day for success این خیلی هست خیلی مهمه به نظر من یعنی در واقع یک رکنی برای شما برای, برای, رسیدن به روز موفقیت یعنی سه تا, سه تا حرف رو اینجا میزنه کنار همدیگه و FKD به صورت مخفف میذارتش من اینجا نوشتم براتون قرار میدم خودش هم میگه میگه اگه کتاب منو بخونین یا دوره منو کورس منو بردارین و بیاین اولین چیزی که بهتون میگم توی روزای شروعی کار و اون روز خوبی که میخواین استارت کنین کارتون رو این سه تا کار هست که باید مدام تکرارش کنین فایندر به معنی یابنده کیپر به معنی نگهدارنده و دوئر به معنی انجام دهنده یا کننده بچه یابنده خیلی جالبه میگه ب... بزنید به خیابون دنبال مشتری باشین دنبال خونه فروشی باشین دنبال خونه اجاره باشین از ارتباط گرفتن با مردم نترسین خونه این اساد قدیمی ساز هر جا پرده نداره هر خونه ای که تازه داره تمام میشه با نگهبانش صحبت کنین شما تلفن سازنده رو بگیرین احساس میکنی ندارن میرن سرویس این خونه رو ببینن دنبال آگهی میگردن هر کسی که پتانسیل اینو داره که جزء مشتری های شما قرار بگیره توی رکن فایندر یا همون یابنده شما باید پیداش کنید وقتی این کارو کردین شما یه سری دیتا دارین یعنی یه سری آدم‌ها که دنبال خرید خونه هستن که از طریق اون حوزه نفوذتون فامیلا و دوستان و هر کی تو خیابون دیدین و فایلیابی که کردین و یک سری مشتری هم داری که میخوان بفروشن میخوان اجاره بدن میخوان پیش فروش کنن مغازه دارن برای فروش یا دفتر فروششون رفتی فایل کردی حالا توی این مرحله در مرحله کیپر وقتی است که حالا شما باید بشینین فکر کنید اینا رو به هم بخورونین تبلیغات کنین خیلی مرحله مهمی هست بچه ها به عنوان مشاور،, مشاور این لحظه ایه که شما باید این مراحل قبلی رو داشته رو مثل یک لگو بذارید جلوتون با همدیگه چفت و بس کنین این خونه به درد فلانی میخوره اینجا خوبه واسه این باید مشتری کنم پیدا کنم برم تبلیغ توی فلان اپلیکیشن انجام بدم یا توی فیسبوک اینستاگرام توییتر آگهی اینو انجام بدم حالا مثلا تو ایران خودمون تو دیواری ناگهی کنم توی این قسمت رایان یه شعار خیلی قشنگ میگه به نظر من میگه scared money don't make money میگه اگه بترسید برای پول هیچ پولی نمیتونیم بسازیم بچه تو املاک نباید از پول خرج کردن بسازید یه وقت لازمه که حالا خودش میگه ده دلار بدین یه قهوه با مشتریتون بخورین. یه وقت هم لازمه که چند صد دلار خرج کنین یه دیواری رو اجاره کنین تا روش بنرتون رو بزنین و بیلبورد شما بشه تا مشتریانتون ببینن بدون پول خرج کردن در شغل املاک شما به هیچ جا نمیرسین شغل املاک از اون شغلاست که از این لباسی که تنتون میکنین گوشی که دستتون میگیرین مدل حرف زدن اسلایف استایلتون تبلیغاتی که دارین اون کارت پستالی که میفرستین اون ویز کارت ویزیتی که میدین اون تبلیغات مثلا مثل مثل پاکت مثل تبلیغات اداری مثل پاکتی که سند و مشتریتون داخلش میذاره مثل اون برگه که روش شماره خودتون رو می نویسین پلاک رو می نویسین چون کارت و طرف دور نمیندازه ولی آدرس رو خیلی شیکه بعد سر اینا هزینه کنین اگه بترسید هزینه کنین بچه درآمد ندارین اگه برای توییترتون اگه برای اینستاگرامتون اگه برای فیسبوکتون اگه اینا رو ندارید که به در این شغل نمیخورید این شغل شغلیه که شما نیاز به اعتبار و دارین. تمام این صفحه های مجازی تمام این شبکه های مجازی میتونه کمکتون کنه شبکه های اجتماعی میتونه کمکتون کنه تا پیشرفت کنید نوشتم که حرف از دستم در نره زمان بی خود از دست نره پس توی این قسمت توی کیپر و نگهدارنده حالا باید آنالیز کنید چیکار کنید تا قدرت بگیرید حالا وارد رکن سه میشیم یا همون دوئر یا همون کننده حالا دیگه شما کننده کارین در واقع اپریشن باید عملیات خودتون رو انجام بدین توی این قسمت ورود میکنین به این که سرویس بدین مشتریتون رو بردارین ببرید ملکو بهش نشون بدین ملک دیگه نشون بدین خیلی تکنیک های خوب تو ویدیو های آموزشی این کانال گفتم امیدوارم استفاده کنین توی این قسمت میتونه کمکتون کنه تا شما به یه جنبندی برسین اینجاست که یا مشتری شما پسند میکنه به قرارداد میره یا پسند نمیکنه و شما ادامه میدی. اینجاست که گام ششم یا استپ 6 هست که در واقع میشه the 3 F's یعنی F خیلی مهمه من فکر میکنم واقعا یکی از کلیدی ترین قسمت های شغل املاک است که چه جالب ما تو ایران همینا رو گفتیم و آقای رایان هم اینو رایان سرهانت هم همینو در امریکا گفته این تری اف چیه؟ این ستا اف چیه؟ فالو آپ فالو ترو فالو بک من حالا فالو کردن که یعنی این لغت رو اگه بخوایم مثلا بگیم دنباله کردن یا پیگیری کردن من به نظرم مثلا پیگیری لغت قشنگتری هست یعنی دنبال کار مشتری رو گرفتن به نظرم ایده بهتری است. میگه رایان یه حرف خیلی قشنگی میزنه من میخوام اینو براتون اینجوری بگم میگه شما باید آنچنان در فالو آب کردن یعنی اینکه اینکه مشتریتون هر زمان به هر موضوع ملکی فکر کرد میگه اسم رایان یادش بیاد یعنی با پی دادن تولد مبارک روز مادر مبارک روز پدر مبارک از طرف مشاور صادق شما مشاور راستین شما مشاور فعال شما مشاور جوان شما میدونی یعنی هر یعنی به این حد پیگیری شما فالوآپ شما بالا باشه که هر زمان در مورد ملک فکر کرد مساوی باشه با شما خیلی نکته جالبیه دوست دارم این جی اف رو توی این مسئله داشته باشیم جی اف دوم فالو ترو یعنی تا آخر دنبال کنیم ببینین این که مثلا اگه بگیم فالو آب سلام مثلا من یک آپارتمان دارم شما دنبال دو خوابه میگشتین اگه خواستین ببینین حالا تا آخر دنبال کردن تو مرحله دوم سلام امروز به میتونیم بیایم آپارتمان رو ببینیم یا برای فردا صبح هماهنگ یعنی کاری کنید اون حرفی که زدید رو انجام بدین یه شعاری رو اینجا داره که من خیلی خوشم اومد doing what you say uh, doing what you say you are going to do میگه اون چیزی که میگین رو تا آخر به انجام برسونید مثلا اگه بهش گفتی که مثلا طرف بتون گفته آقای فلانی آقای ایکس شما یه من یه آپارتمان برای خرید میخوام میگه بله من یه آپارتمان خیلی خوب دو خوابه با پارکینگ دارم اسم شما رو تو لیست مشتری ها اجازه بدین چند تا فایل هماهنگ کنم بعد با شما تماس می دیرم. اینجاست که بعد اون کار رو انجام بدین یعنی فالو میشه این حرفی که زدی رو انجام بده یعنی برای مشتری چنان باوری رو بساز که آقا اگه فلانی گفت من براتون پیدا میکنم واقعا پیدا کنه اگه میگی بهش تماس میگیرم حتما تماس بگیر. اگه بگیم براتون پیدا میکنم حتما پی... اگه س... اگه میگی سعی میکنم براتون پیدا کنم تمام سعی تلاش رو بذار براش پیدا کنیم من فکر میکنم که این مهمه که شما توی مرحله دوم همون حرفایی که زدین رو فقط انجام بدیم خیلی وقتا ما از اینکه مثلا موجر هم اوکی نکرده یا فروشنده قیمت رو پایین نره دیگه رومون نمیشه به مشتری زنگ بزنیم نه زنگ گوشی رو بردار بگو من همه تلاشمو کردم ولی متاسفانه فروشنده به اون قیمت نمیفروشه حالا پیشنهادم اینه که شما تجدید نظر کنین رو قیمتتون حیف این ملک بخرین بازار این تور بازار اینجور. این که زنگ نزنه میگه نه دیگه این که قیمتشون خیلی با هم فاصله داره شاید اصلا خریداری قیمت اولیه داده و منتظره که شما تجدید کنید اف سوم هم فالو بک آقا همه این کارا رو کردی مشتریت شد قرارداد بستی یا نبستی توی اولین فرصت فالو بک آقای فلانی عزیز سلام سال نو رو به شما تبریک میگم امیدوارم سال خوبی داشته باشیم و امسال من افتخار همکاری با شما رو مجددا داشته باشم یا پیدا کنم این فالو بک کردن یعنی پیگیری دوباره کردن یا بازگشت به مشتریا خیلی قدم جالبی است و من اینو توی ویدیو خودم هم گفته بودم ولی رایان خیلی پافشاری میکنه میگه خودش میگه که با یه مشتری اصلا دیگه هیچ کاری هم نداشتم فقط نمیدونم خواستم بهش بگم که تبریک میگم این مغازتون امیدوارم گرفته باشه و دوباره از تو خود اون یارو میگه که نه این مغازه خوب نیست میتونی یه بهترش رو برام پیدا کنی بزرگتر باشه آفیس داشته باشه و یه قراردادی چند میلیون دلاری دوباره میبند خیلی خوب پس یادتون باشه فالو, فالو ترو و فالو بک نکته دیگه هم که از من میخوام بهتون بگم میخوام بتون بگم که ببین چقدر قشنگ کارشون یعنی یک چنین آدم ثروتمندی باز تو کانال یوتیوب خودش پادکست خودش رو تبلیغ میکنه یه جوری حامی مالی اون شرکت پادکست هم میشه و مثلا برای آموزشاش داره هفته ای یه عددی رو میگیره سه تا ویدیوی خیلی جالب هست من اینم براتون لینکش رو میذارم شاید توجه کنید نکته دیگه که میگه تو استپ هفت میگه آقا تمام اینا رو انجام دادین گام هفتم انگار دوباره بلگشتین سر پلای اول میت نیو ملاقات یا جذب افراد جدید مشتری های جدید آدم های جدید مردم جدید یعنی دوباره بزنیم به خیابون دوباره بریم سرویس تلفنتون رو برداریم منتظر باشین در و شما با یک فرد جدید با یک مشتری جدید ملاقات کنید و کارو استاد کنید اگر میخواهید که یک مشاور املاکی موفق بشین باید کاری کنید که هر روز بزنید بیرون و آدم های جدید تو پرونده و تو کیس کاریتون بیاد تا بتونیم باهاشون کار کنید این شغل هر آدم بیشتر مساویس با درآمد بیشتر توی این شغل هر کاری که میتونین انجام انجام بدین تا با آدمای جدید داشته بشین آدمایی که میخوان بفروشن آدمایی که میخوان بخرن آدمایی که میخوان اجاره بدن آدمایی که تعلل دارن هنوز تکلیفشون معلوم نیست همه اینها هر چقدر شما گزینه آدما و افراد و مشتریاتتون رو ببرین بالاتر بیزینستون بهتر میشه و پول بیشتری در میارین uh, you are only as good as the people you keep میگه شما بنده از افرادی که نگه میدارید خوب هستید واقعا حرف درستیه فکر شو این همه مشتری داری حالا من اون ویدیو سیاره من اینجا گذاشتم که حفظ مشتری هست این همه آدم باشون آشنا میشین قهوه میخورین چای میخورین تو قهوه خونه تو یه کارواش توی عروسی دوستتون هر جایی که هستین مشتری برای خودتون جذب میکنین ولی به تعدادی از اون مشتریایی که برای خودتون حفظ میکنین برای سالیان درازمدت شما تو این شغل خوب هستیم و این خیلی جمله خوبیه رفقا با استفاده از هشتگ تو شبکه اجتماعی رایان میگه مثلا خرید خونه خرید املاک خرید املاک در کرج خرید املاک در اندیمش خرید املاک در زاهدان خرید املاک در هرات خرید املاک در شهر دوشنبه شما توی همه اینها میتونید با هشتگ کردن توی شبکه اجتماعی مثل توییتر مثل اینستاگرام مثل فیسبوک برای خودتون مشتری پیدا کنید و این شعار رو باز میگه که more people مساویس با برابر با فارسی شد More business. افراد و مشتری های بیشتر مساویه با تجارت بیشتر یه نکته ایو به کار میبره آخر ویدیو هست من خوشم اومد یه قسمت هشتم میرم میگه در که کلا ویدیو هفت گام بود این تکنیک رو میزنه منم یاد گرفتم برای آخر ویدیو شما هم که تا آخر ویدیو اومدین رو ببینید گام هشتم اوور رو همه این از همه دستش بالاتره پرکتیس 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 تمرین کردن تمرین کردن تمرین کردن مطالعه کردن کار کردن بیشتر تجربه ها رو دوباره بررسی کردن مطالعه تحقیق هم مثل شما که الان دارین این ویدیو یوتیوب رو میبینین تمرکز کنید و بهترین خودتون رو پیدا کنین و یاد بگیرین و یاد بگیرید و یاد بگیرین و تمرین کنین و تمرین کنین و تمرین کنین رایان میگه 95 درصد وقتم و وقت صرف این کار میکنم 5 درصدش رو تو بازی برای تجارت و معامله 95 درصد از تایم رو دوباره تلاش میکنه یاد بگیره بهتر بشه بهتر حرف بزنه بهتر فایل معرفی کنه و قرارداد بنویسه خیلی خوشحالم یکی از ویدیوهای پربیننده آموزش املاک رو براتون ترجمه کردیم و گفتیم امیدوارم خوشتون اومده باشه لینک اصلیش هم میذارم اینجا مخلص شما این قرده خوب به من کمیسیون زیاد بگیرین این زیر بنویسین که قرارداد نوشتیم ما خوشحال میشیم قربون شما مخلصید